شما هستین. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، ایمان داریم که حضور خدا و محبت خدا میخواد در کنار تو هموطن عزیزم باشه. آدینه شب شما عزیزان به خیر و شادی باشه. هموطنانمون هر کجای ایران که هستید، مشروطه بر این که خسته خاطر هستید، مشروطه بر این که غمی در دلت هست و یا این که احساس ضعف میکنی و یا نگرانی با تو هستش، این رو بدون که خداوند میخواد که تو رو دستگیری کنه. و چقدر زیباست که دست به دامن خدای حقیقی، خدای یهوه بشیم، خدایی که زنده هستش، خدایی که ما را آفریده تا در مسیر اراده او رشد کنیم و نام او که شایسته هست رو جلال بدیم. هموطنان عزیز، این برنامه زنده هستش، پس می توانید با ما تماس بگیرید و اگر موضوعی هست، هم من و هم خواهرم سمی و همچنین مشاورین شبکه محبت در خدمت شما هستم برای دعا و اگر سوالی هست جوابگوی سوالات شما باشن. درود می‌فرستم خدمت خواهرم سمی که اینک با ما هستم. رسول عزیزم، آدینه شب شما عزیزان در ایران به خیر و شادی و سلامتی باشه. خدا رو شکر می‌کنم که اجازه داره هفته دیگه ما بیام خدمتتون، مهمون خونه‌های شما باشیم و ممنونیم که شما پذیرای ما شدین امشب در خونه هاتون. بله. واقعا و خداوند جلال پیدا میکنه، ایمان دارم. من قرار بود شعر رو بخونم اول شروع کنم، ولی اینقدر تحت تاثیر دعا شدم با خداوند و تشکر ازش برای جایی که برای من کنار شما گذاشته. خدا رو شکر، برای خداوندم، برای خداوندم، واقعا فیض خداوندمون هست و بس. خدا شد. خواهر ما سمی پر از قوت و شادمانی هستش. ما قبل از این که بخوایم برنامه رو شروع کنیم، یه 2 ساعت توی راه هستیم که میاد. بله. توی این 2 ساعت باور کنید برای شما ایرانی‌ها در دعا هست، برای هموطنمون، برای کسایی که اسامیتون رو میدید گذاشته، از که ما 1 هفته دعا میکنیم. برای بعضی از موضوعات واقعا ما رو عمیق تو فکر میبره. بله. که این عزیزان رو چگونه بتونیم دستگیری کنیم گذاشته از دعا. و تا اینجا هم که میاییم به هر حال باید آماده بشیم، بازم در دعا هستیم. آمین. دعا میکنیم که سمی عزیزم. بله. اون لحظه که برنامه شروع شد ایشون هنوز فکرش در دعا بود. بله، من واقعا برنامه شروع شد واقعا اصلا قبلش تا گفتن داره شروع میشه، من یه دفعه رفتم توی حضور خداوند و تشکر کردم برای اینکه واقعا اگر صلاح دید خود خداوند نبود و فیض و رحمتش نبود، من الان اینجا کنار کشش اسور در خدمت شما عزیزان نبودم. و برای همین سر تعظیم فرود میارم به خداوند زنده عیسی مسیح که پدر تک تک ما و زنده هستش در وجود ما، روح مقدسش رو گذاشته که نام اون رو جلال بدیم. من هیچ نامی بالاتر از نام اون چه در آسمان و چه بر روی زمین نیست. خیلی خوشحالم که این جمعه دوباره کنار کشیش رسول نشستم، داشتم به کشیش الهام عزیز میگفتم و همسرشون که چقدر خوشحالم که این 2 ساعت رو من در کنار کشیش رسول هستم و کشیش رسول رو واسه خودم دارم. بخاطر خب کار میکنم، بالاخره بیزنس دارم باید بچرخونم، خانواده هست توی آفیس کشیش رسول که هستم. کشیش رسول سرشون خیلی شلوغه، شما عزیزان مرتب در حال تلفن کردن هستین. خدا رو شکر برای وجود ایشون، خدا رو شکر میکنم که انتخاب مسیح نمبر وانه. یعنی شکر. من همیشه سر تعظیم دارم برای عیسی مسیح، جلال از آن. و واقعا گفتم که من توی این دو ساعتی که با کشیش رسول هستم سوالامو ازشون میکنم، تعلیمی قراره ببینم، ازشون تعلیم میگیرم، راجع به شما عزیزان صحبت میشه، راجع به تلفنایی که میشه، راجع به درس‌های روحانی که به شخصه من همیشه تشنه هستم که یاد بگیرم، چون میخوام بیشتر و بیشتر به خداوند نزدیک بشم و بیشتر بدونم چطوری میتونم همیشه لبخند روی
لبای مسیح ببینم. آمین. از خدمتی که براش در کنار کشیش رسول انجام میدم و واقعا خودمو یکی از خوشبخت‌ترین زنای روی زمین میبینم. خدا رو شکر. هر کی کنار واقعا. مسیح هست خوشحال و خوشبخت هست. آمین. اعلام برنامه ها رو میکنیم. ما سه شنبه ساعت 5:30 به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 6 صبح به وقت لس آنجلس تا 9 صبح عزیزان جمع میشن کنار کشیش رسول. روبن عزیزم اونجا پرستش دارن. بله. شما عزیزان زنگ میزنید، ما دعا میکنیم. خدا رو شکر برای تک تک وجود شما که زنگ میزنید، خبرهای خوش به ما میدید، و یا اگر حتی سوالی دارین، مریضی هست، شما میان زنگ میزنید به ما و ما دعا میکنیم و واقعا خداوند جلال پیدا میکنه. آمین. چون نام مسیح قدرت زمین و آسمان تو دستشه و هر چی به نام اون بخوایم به شما داده خواهد شد. آمین. روزای پنجشنبه شب ما الان از ساعت خیلی وقت، ساعت 7 تا 9 شب ما برنامه دعا داریم. کلامی رو خداوند اجازه میدن که کشیش رسول میارن، خوراک روحانی ماست بر ما میدن و خیلی عزیزان میان اونجا و ما دعا میکنیم و گواهی ها میشنویم. خدا رو شکر برای برادر بهروز عزیزم که خداوند این هدایت رو کردن بهشون که ما برنامه ها رو میذارن روی سه شنبه ها روی فیسبوک و روی اینستاگرام. پنجشنبه ها رو ببخشید، پنجشنبه بعد از ظهر رو میذارن روی فیسبوک و اینستاگرام هم میذارن، ولی فیسبوک رو که خوشحال میشیم شما این برنامه شون به طور زنده پخش میشه، شما ما رو جوین بکنین، برنامه رو ببینین و برکت بگیرین. همینجور که ماها که اونجا هستیم واقعا برکت میگیریم، سرود پرستشی داریم. باز هم تشکر میکنم از عیسی مسیح. آمین. برای جلال نام خودش از این کلیسای پرستندگان مسیح استفاده میکنه، چون کار ما، بشارت کار ما، نام خداوند رو جلال دادن و نجات جان هاست. آمین. تنها کاری که و بزرگترین کاری که مسیح در متی 28:19 کرد و گفت که بروید و تمام قوم ها را شاگرد من سازید و به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید و آنچه به شما تعلیم دادم به دیگران تعلیم میدهید. آمین. پس آمین. من سر تعظیم میارم به کلام زنده خداوند. روزای یکشنبه ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر برنامه داریم. ما خوشحال میشیم شما عزیزانی که در لس آنجلس یا اطراف هستین بیان که ما از شما پذیرایی کنیم، به خانه پدرتون میایین و اون عیسی مسیح که میزبان شما هستش. خوشحال میشیم که شما برین روی یوتیوب و سابسکرایب بشین کشیش رسول حیدری یا امید جاودان، اپش هست روی اپ استور. شما 24 ساعته برنامه های ما رو میبینین. تو این برنامه ها موزیک هست، فیلم های سینمایی بسیار قشنگی هست که برادرم یاسر انتخاب میکنن که صاحب نظرم و نقد میکنن فیلم های سینمایی رو میذارن و خدا رو شکر برای وجودشون که در کلیسای پرستندگان مسیح با ما همکاری دارن. در ضمن اگر سوالی دارین شما میتونین که به تلفن کلیسا زنگ بزنین و اونجا هست که کشیش رسول جواب سوالای شما رو میده. باشه که همیشه ما خبرای خوش بشنویم و واقعا در دعا هستیم برای ایران عزیزی که در شرایط سختی به سر میبره و قلب ما برای شما عزیزان در هر لحظه میتپه. آمین آمین آمین. پس با یه دعای شروع میکنیم. خطوط ما پر شده. بله، عزیزان با هم دعا میکنیم. پدر آسمانی، اینک از تو میخوام در نام قدوست مطابق فیضت ای خدا، ایرانیان عزیز که اینک بیننده این برنامه هستن، حتی اگر در تکرارش هست ای خداوندا که با دعای ما متحد میشن، تو با فیضت آنان را اجابت کن و بله. نام تو جلال یابد. کشور عزیز ما را از اسارت ای خداوندا، ظلم و ستم تو رهایی بده، گناه و فقر و فساد تو رهایی بده ای خدا، و کشور ما رو تو آزاد کن. ممنون هستیم، سپاسگزاریم. ادامه وقتمون تو دستای تو باشه در نام مسیح. آمین. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. برادرمون سعید هست. سعید جان روی خط هستی عزیزم؟ الو الو، بفرمایی سعید جان. درود بر شما، بفرمایی. سلام خواهد. درود بر شما. زنده باشید، ممنون. قوت شما خسته نباشید. پاینده باشید، بفرمایید سعید جان. پیش
درخواست دعا داشتم. بله بفرمایید، برای چه موضوعی سعید جان؟ پنج شیش ماه میشه که ایماندار شدم. تبریک میگم خدمتتون. خدا رو شکر. بله بله. اصلا دامتی وجود نداره، اینا همه دوست هستن. بله بله. خب ما دعا میکنیم سعید جان، اما خود شما لازم هست که پیگیری کنید، یعنی بله. هر روز اولا در حضور خدا بید. ما باید خدا رو بشناسیم. هفته گذشتم در این رابطه من مطالبی رو گفتم نسبت به آگاهی و اطلاع. عرض کردم آگاهی ما دانستن موضوعی هستش که کل آن رو در بر میگیره، اطلاعات به جز کمک میکنه و همین جزئیات در ذهن و فکر ما دلیل اعتماد ما میشه که کلام خدا به او ایمان میگه. آمین. نسبت به شناخت خدا و میبینیم که کلام خداوند مدام آنانی که او را دوست دارن را تشویق میکنه که خدا را بشناسن. در اکثر کلام خداوند ما با کلمه به نام ترس نیز روبرو میشیم که اونجا معنی ترس نیستش عزیزان، میگه ترس از خداوند، ترس خداوند، ترس خداوند یعنی شناخت خداوند، چرا که در کتاب هوشع ما میخونیم 6:4 که اعلام میکنه قوم من از عدم معرفت، نه از این عدم ترس، از عدم معرفت هلاک خواهند شد. پس ما باید خدا رو بشناسیم. حالا اگر شما سوالاتی برات به وجود میاد این سوالات رو لطفاً دنبال جوابش برو. خدا اجازه داده سیستم مغزی ما طوری طراحی بشه که سوال تولید کنه و جواب این سوالات یقین ما خواهد شد، اعتماد ما خواهد شد، به ما امید و اقتدار میده که بتونیم در اون مسیری که باور داریم حرکت و تلاش بکنیم. پس لطفاً سوال کنید. باز در کلام خداوند ما رو تشویق میکنه پولس رسول که همه چیز را تحقیق کنید، همه چیز را. پس اگر سوال برای شما به وجود میاد این چیز خوبیه، اما اگر این سوال رو اجازه بدیم آنقدر در ما بماند که تبدیل به باطلاق شک بشه، باطلاق شک منو میگیره و اجازه حرکت نمیده، منو دل سرد میکنه، منو ناامید میکنه. تشویقتون میکنم، مشاورین ما هستن در شبکه محبت، خود منم در خدمت شما هستم. مشروط بر این که مایل بودید میتوانید با ما تماس بگیرید، سوالاتتون رو بنویسید و با مشاورین و یا با برنامه که تماس که میگیرید یه وقتی رو من حاضرم در خدمتتون باشم که سوالات شما رو تا اونجایی که دانش من اجازه میده پاسخگو باشم و این دلیلی خواهد شد که ما ایمانمون استوار باشه. آمین. در کنار این که هر روزه کلام رو بخونیم، کلام رو که میخونیم خطوط توشم بخونیم. بعضی موقع ما فکر میکنیم این همون مذهب است که گذشته بوده، من باید مثل همون بخونم. خیر، کلام خدا رو باید در از خورد، یعنی وقتی با چشمامون نگاه میکنیم یک تمرکز درستی داشته باشیم و از روح القدس بخوایم روح القدس اینو برای من باز کن و سوالی که ایجاد میشه اون سوال رو تحقیق کنیم. روی اینترنت میتونید برید، تفاسیر دیگه ای هستش که شاید برای شما هضم فکریش بهتر باشه، از اون کمک بگیرید و یا با معلمین کتاب مقدس. متاسفانه ایران به خاطر عدم آزادی و دموکراسی که در ایران هستش این مجالی نیستش که معلمین کتاب مقدس به راحتی تعلیم بدن این کلام حکمت رو. پس بنابراین از خود شما خواهش میکنم که در کلام، در دعا، در پوری روح القدس و در خدمت، خدمت هم باید بکنید، یعنی شما آنچه که باعث ایمانت شده که گواهی ایمانت هست اون رو به دیگران بگو، دیگران رو بشارت بده و اونجا دیگه نه شما بلکه روح القدس در شماست عمل میکنه و این ایمان شما رو تقویت خواهد کردش. آمین. پس دعا، کلام، آمین. خدمت، آمین. پوری روح القدس، چهار پایه این میز ایمان ما میشه. آمین. که روی اون دیگه عطایایی هست که قرار میگیره و باعث برکت ما خواهد شد. و این لحظه لطفاً با دعای من متحد بشید. آمین. برای شما دعا خواهم کرد سعید جان. آمین.
ممنونم. خواهش کنم. شکره پدر جان، شکره خدای قدوس. پدر عزیزم، اینک از تو میخوام سعید عزیزم و دیگر هموطنان عزیزم که احساس میکنن به هر دلیلی در باب ایمان به تو و آینده زندگیشون خدا سرد و ناامید هستن، اینک از تو میخوام مطابق فیضت دلایل این نگرانی، این سردی، این ناامیدی رو از ذهن و فکر عزیزان، حتی احساسشون بشوری و قوت تو و روح مقدس تو وجود عزیزان رو در بر بگیره خدا. آنان رو، اشتیاقشون رو نسبت به کلام خودت بیشتر کن، اشتیاقشون رو نسبت به دعا در حضورت خدا بیشتر کن و برکتشون بده و سوالات روحانیشون رو تو با فیضت جوابگو باش. اینک برادرم رو و دیگر عزیزان که با دعای من متحد هستن رو به دستان پرفیض تو می سپارم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن سعید جان. اگر مطلب نیست شما رو به دستان خدا می سپارم. آمین. خدا نگهدار سعید جان عزیز. بریم با هم یه خط دیگه رو داشته باشیم. لیلا جون هستن. لیلا جون روی خط هستی عزیزم؟ سلام. درود بر شما. درود بر شما. سلام. سلام. درود بر شما. فیض خداوند همیشه مطلوب شما باشه. متقابل. خواهش میکنم. برای چه موضوعی لیلا جان؟ حالا من برای آخر این ماه بدهی دارم باید پرداخت بکنم در هم دقیقا سی مه. واقعا میگم در صبحانم باید صدیق را ندارم. من هر شب هر لحظه هر سانه در نام عیسی مسیح دارم دعا میکنم که واقعا برام یک گشایش دیگه برکت ایجاد بشه بتونم از پس مرحله بر بیام. به فیض خدا برم. الو. آمین. بله ما صدای شما رو داریم. خواهر لیلا شما که قلبت مسیح دادید درسته؟ الو. الو. آیا جان. شما صدای ما رو دارید؟ آیا شما صدای ما رو دارید؟ خواهر لیلا؟ لطفاً با تلفن گوش کنید. آیا شما صدای ما رو دارید؟ بله من صدای. الو. الو الو بفرمایید. نه. صدای ما رو ندارید. الو. پس ایشون رو روی هولد بذارید لطفاً. تا دوباره بگیریم، گویا مشکل فنی داریم. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم تا با تلفن هستم. الو. الو میشنوی لیلا جان صدای ما رو؟ الو. من صدای تلویزیون رو میشنوم از اینجا ولی صدای ما انگار به شما نمیرسه. میخواید پس لطفاً چون وقتی نداریم عزیزان لطف کنن خط دیگه رو به ما بس کنن. سپاسگزارم. الو. الو لیلا جان شما رو دستان خدا میسپاریم. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. بله. We're gonna go to another line. قدم خیر. قدم خیر جان روی خطی عزیزم. سلام. وقت شما رو خیر. سلام. فیض خداوند در شما باد. همچنین با شما باشه. سلام. خیر شمی برادر رسول. درود در شما. درود در شما. شبتون بخیر. وقت شما هم بخیر. اتماس دعا داشتم از خداوند و قلب پاک شما. خواهش می‌کنم در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خیلی برادر رسول ناراحتم. مشکل زیاد دارم. شوهرم بیکاره. پسرم بیکاره. متاسفم. حتما دعا خواهیم کرد. دست بر خالی خیلی ناراحتم برادر رسول. اتماس دعا داشتم از اون قلب پاک دو. جانم 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 به هر حال مشکلات و سختی ها میاد. قدم خیر عزیزم اجازه بده یه لحظه یه لحظه بلی. قدم خیر عزیزم کلام خدا میگه ضعیف بگوید من قوی هستم. آمین. اما چطور ضعیف بگه من قوی هستم؟ چطور آدمی که داره درد میکشه بگه من حالم خوبه؟ میگه میشه مشروط بر این که به نیکویی های خدا فکر میکنی. مشروط بر این که به یاد عظمت خدا میایم. من که خدا رو میشناسم، من میدونم خدا محبته، من میدونم خدا بابای منه، من میدونم خدا جهان رو به نیکویی آفریده، من میدونم خدا اهل تبعیض نیست، خدا اینگونه نگاه نمیکنه، سیاه‌سفید نگاه نمیکنه، خدا نمیگه این برفرض فرزند من هست اون دشمن منه. خیر، خدا همه رو دوست داره، خدا عاشق همه هستش، خدا برای همه اومده، حتی مسیح میگه برای گناهکاران اومده. وقتی من این خدای عشق رو میشناسم که
به نوعی نمیخواد در برابر من قرار بگه که من شرمنده بشم، من خجل زده بشم. من ایمان دارم خدا تو مشکلات و سختی ها منو دستگیری میکنه. پس از این به بعد نگو ناراحتم، بگو من آمدم از خدایی که ناراحتی و سختی ها رو برمیداره دست یاری میخوام. آمین. از خدایی که قوت منه، امید منه، شادی من هست، من از او دست یاری میخوام. ناراحتی رو اعلام نکنیم، ضعف رو اعلام نکن در حضور خداوند، و این رو بدون که شیطان رو خوشحال میکنیم. همیشه وقتی میگیم مشکلات و سختی ها، بلکه بگیم خدای شکر که تو قادر هستی. الان از خواهرم میخوام برای شما قدم خیلی جان دعا کنه. با ایمان بپذیر که خدا میخواد همسر شما سر کار باشه، درآمد خوبی داشت باشید. هرچند شرایط ایران بسیار شرایط بد هستش، اما ما ایمان داریم که روزهای خوب در برابر چشم ایرانی ها قرار خواهد گرفت و با فیض خدا ایران ما آزاد میشه از این مشکلات. لطف کنید برای خواهرمون فهمید. مرسی. لحظه لطفا با دعای خواهرم شما متحد شید. بفهم باشید. خدا شکر میکنم عیسی مسیح. خواهرم قدم خیر رو به حضورت میارم خداوندا. آمین. که درخواست دعا از تو داره خداوندا، میخواد از تو طلب کنه خداوندا، و دخترت عیسی مسیح خداوندا میخوام اول روی مقدست رو روی خودش، شوهرش و پسرش و تمام اعضای خانوادش یک بار دیگه بریزی و با خون پاکت خداوندا زندگیشون رو تقدیس کنه ای مسیح زنده من، تا یک بار دیگه با تو در تماس حقیقی بیفتن خداوندا. خداوند بگذار حقیقتاً کلام تو چراغ پاهای اونا و نور راه زندگیشون باشه، تا بدونن وقتی اونا در خوابن خداوند تو تدارک دیدی براشون برکت. آمین. ای عیسی مسیح زنده. خداوند در کلامت مزمور 127 گفتی وقتی عزیزانت فرزندانت در خوابن، تو در تدارک برکت برای زندگیشون هستی. خداوند برکت اول روحانی برای خواهرم و همسرش و پسرش آرزو میکنم. بگذار از کلام تو پر بشن، از روح مقدس تو پر بشن خداوندا، و بعد خداوندا برکت زمینی آرزو میکنم. ای عیسی مسیح زنده، تو از نیاز این عزیزان خبر داری و تنها کسی که میتونه نیاز این عزیزان رو برطرف کنه ای مسیح من تو هستی، چون پدرشون هستی. آمین. و تو پدری وفادار و عاشق هستی. آمین. و عشق تو روی صلیب نشون دادی و بعد از 3 روز قیام کردی تا بگی ما شاهزادگان هستیم از طریق خون مقدست و روح پاکت ای مسیح زنده من. و همه آرزوهای خواهرم رو به نام مقدست مسیح زنده به حضورت آوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کردیم. خدا قوت بده بهتون. قربان شما. شما هم همینطور عزیز دلم. شبتون بخیر. شب خوش. شب شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بریم با هم یه خط دیگه ای داشته باشیم. شهرام جان روی خود خط هستی، بفرمایید. سلام خواهد بودی، سلام کشکش هستی. درود بر شما شهرام جان، در خدمتتونیم، بفرمایید. کشکش هستید، من اول میخواستم از شما تشکر کنم، خدا حرکتتون بده، خدا از خدا تشکر کنیم، از خدا برم خواهش بگم، خواهش بگم، خیلی زحمت. بعد میخواستم یه شهادتی بدم که بفرمایید که خداوند چه معجزاتی در زندگی من کرده. شد خدا رو شکر. بفرمایید کشیش رسول. من تو دهاتمون یعنی وقتی شغلم دامداری بود، بعد دامو مردن چند سال بیکار بودم. آوزم. بعد با عقل خدمتون با دو تا بچه دختر با خانومم با 83 میلیون تومن بدهی و نزول و وام و اینا، حکم جلب و مصادر اموالم دست مردم، با 200,000 تومن یه ماشین قسطی من اومدم کرد. درست. بعد میکردم خدای قربون اون عظمتت برم، من چجوری میتونم با مسافر کشی با ماشین شخصی بتونم 50 تومن 30 تومن 40 تومن بتونم این همه بدهی رو بدم؟ جانم اون وقت ایماندارم نبودم، ولی میگفتم خدایا میدونم که تو هستی. آمین. آرزم خدمتتون که یواش یواش بدهیام، ولی من دیگه به قول معروف رفتم تو شبکه‌های مذهبی. 2 سال عمرم رو گذاشتم دربارش تحقیق، دربارش یا سنی و فلان، این کدوم دین به قول معروف کدوم مذهب درست تره. درست. به یه جایی رسیدم که دیدم 80%
سنی ها تو مذهب خودشون راستگوتر هم تا شیعه ها. بله. بعد من دیگه قاطی کردم، یه شب نشسته بودم و خدایا من که میدونم تو هستی. بله. من که میدونم این آسمان و زمین یه خالقی داره. بله. راه راست بهم نشون بده. بله. یه شب که عوض کردم دیدم یه کشیش حمید داشت صحبت میکرد. درست. باور کنه همینجوری صحبت میکرد و کسایی که ایمان دارن بعد از صحبتش که عیسی آمد بی خداوند رو زانوهاشون برن، من بی اختیار خدا رو زانوهاشون برن. هللویا جلال رحمت آن آوردم که به عیسی آمد بی خداوند. الان دو سال ایمان دارم، چند بارم شما خودتون برام دعا کردین. خواهش میکنم. خدا رو شکر. هللویا. بعد مشکلاتم مشکلات دارم، ولی خب باور کن دقیقه 90 هم باشه طبق کلام خدا، خدای ما خدای فراهم کننده است. یه جورایی فراهم شه بده ایام خیلی شاد بگم 3-4 تومنش مونده. هللویا جلال محمد. یه خونه کوچولو هم خدا برکت داد خریدم. هللویا. میرم بیرون مسافرکشی باور کن خدا یه جوری، یعنی یه جوری میرسونه، نمیمونم. آمین. عبادت بدم که خدا تو زندگی من چیکار کرده، معجزه ای. آمین. هر روز برام معجزه میکنه. هللویا. جلال برنامه مسیح. برای مسیح. یه خواهش ازتون دارم. خواهش کنم. که مردم ایران الان تو محرم امسال خدا را شکر روشن‌تر شدن، کمتر بیرون اومدن. دستای بله شنیدم. به سالای دیگه. شنیدم بله. براش توضیح بدیم که این محمد تو سوره مریم آیه 71 میگه همه به جهنم میرن. همه. بله. اصلا اینا توضیح بدیم برای مردم روشنگری کنیم که میدونم وقتتون هم کمه. نه خواهش من. همه هم درخواست دعا دارن. خواهش به این مردم ایران روشن آگاهی پیدا کنن که تنها راه نجاتشون عیسی مسیح خداوند. آمین. هللویا. بعدم آرزم خدمتتون درخواست دعا هم دارم برای رشد در ایمانم، برای برکات عظیم خداوند که به منطقه خودم من برگردم. بتونم نام خدا رو جلال بدم، فرزندان خدا رو خداوندم رو خدمت کنم. از آمین. از اون خواهش که دعا کنیم برم. آمین. خدا رو شکر برای وجودتون. لحظه لطفا با دعای من متحد بشید. شهرام عزیزم و دیگر هموطنان عزیز، به طور خاص اون هموطنانی که هنوز نمیدونن حقیقت چیه، واقعا سخت هستش. برادر عزیزم اعلام کرد که وقت تحقیق کرد رفتید، حالا سنی ها بهترن، درسته؟ چون که در تدبیر نوع تعلیمی که در مسلمانان سنی هستش سعی کردن که اون مرد پرستی ها نباشه، دروغ مصلحتی نباشه، اما اونجا مشکل هست. ما تایید نمی کنیم اونجا را، کلن اسلام را از طرف خدا نمی دونیم. خدا را شکر برای مسلمانان، در بین مسلمانان انسان های بسیار نیکوی هستن، ربطی نداره به دینشون، ربط داره به نوع تعلیمشون. اما شیعه در اصل ضد اسلام بود، از آنجایی که متاسفانه این خوی مصلحت طلبی بود، آمدن حزب شیعه که شد بعداً به عنوان یک خط مسیر اسلامی که یک فرقه شد، این رو اومدن بنا کردن بر علیه اسلام، اما خودش شد اسلامی دیگه. حالا دیگه علی رو حسین و اینها رو علم کردن، بت‌هایی رو که در اون ایام محرم میپرستن و شنیدیم امسال خدا رو شکر به فیض خدا کمتر شده، اما که برادر عزیزم اعلام کرد. اما باز برمیگرده به این که اگر من صبح تا شب به شما عزیزان آن دانش کمی که دارم رو اون رو بخوام ارائه بدم، اما خودتون یک تعلیم پذیر نباشید، عذر میخوام، و دنبال تحقیقات و حقیقت نرید و حقیقت طلب نباشید، هرگز آگاه نخواهید شد. کلام خدا میگه حقیقت را بطلبید، همچون برادرم شهرام که حقیقت را طلبید، خداوند حقیقت رو براش باز کرد. آمین. منم حقیقت رو طلبیدم و حقیقت برام باز شد. امروز تو هم وطن عزیزم، اگر برای شما مهم هست رستگاری، خدا حقیقت رو بخوا، توی این دعا بخوا. آمین. بخوا و با دعای من متحد شد. آمین. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم که تو انسان رو تنها نگذاشتی، هرچند انسان از اون هدف اصلی خلقت دور شد، از معرفت تو دور شد خداوندا، ولی تو او رو خداوند تعقیب کردی به توسط کلام و شریعت خداوندا،
تو مردانی رو فرستادی و زنانی رو که بتوانن از طرف تو خدای قدوس هدایت کننده باشن و نهایتاً یگانه پسر روحانی خودت را خداوندمون عیسی مسیح را فرستادیم تا به توسط او نیز خداوندا بهای گناه بر روی صلیب داده بشه و او خدا قیام کنه از مردگان و نیز روح مقدس او روح القدس عزیز افکار و دل و احساسات هر ایمانداری رو بگیره و هدایت و حمایت کننده او باشه. اینا که از تو میخوام عزیزانی که با دعای من متعهد هستن اما هنوز آگاه نیستن به کلام انجیل، به کار تو روی صلیب، به آمدن تو، تا آنان را خداوند مطابق فیضت آگاه کن. برادرم شهرام رو برکت بده برای ایمان شیخ خداوند، برای زندگیش، برای خدمت بشارت به دیگران خداوند. او رو برکت بده و کشور عزیز ما رو تحت فیضت خدا مبارک بخوان به حکمت و خرد و حقیقت خودت در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن. شهرام جان شما رو دستان خدا می‌سپارم. خدا برکتتون بده. خدا نگهدار. فیض خدا باشه. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم. پری جان روی خط هستی عزیزم. الو. آیا صدای ما رو دارید؟ بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما. با هر سلامی. برادر. عزیز. سلامت باشین. شما خوب هستید الحمدلله. خدا رو شکر. برادر. جان. سلامت باشیم. خدا با شما باشیم. همچنین با شما خواهرم. برادر عزیز میخواستم برام دعا کنید برای آرامش روح خودم و فرزندانم. حتما. شوهرم عمرش به شما داده. روحشون شاد. بله بله. ای جانم. تسلی خداوند بر شما باشه خواهرم. آمین. آمین. هللویا. حتما بیا پس با دعای من متحد بشی. خداوند با شما باشه. خواهش می‌کنم. ما مدت یک ساله که ایماندار شدیم. هللویا. شکر. و خودم و بچه‌هام. ای جانم. الان پسرم هم تو کمپ برای او دارم. برای خودم واقعا می‌دونم خوشحالم که پیش خداونده. آمین. بله آمین. واقعا یک ایماندار بود. آمین. هللویا. آسمانی شد. او آسمانی شد. نیاز دارم که برام دعا کنه. آمین. حتما شما باشه. حتما همینطور پری جان. لحظه لطفا با دعای من پری جان شما متحد شده و از عزیزانی که باز ما دیگانی هستن، از عزیزانی که نیستن کنارشون خواهش می‌کنم آنان نیز با دعای من متحد بشید تا تسلی روح القدس بر شما باشه. ما ایمان داریم مطابق کلام خداوند چیزی به نام مرگ برای ایمانداران نیستش و پولس رسول خیلی زیبا اعلام میکنه ای گور و ای مرگ ظفر تو و پیروزی تو کجا هستش. ما ایمان داریم فرزندان خدا وقتی که میرن آسمانی میشن. آمین. و در حضور خدا هستن که آمین. کمال خوشی ها هست. آمین. بدون داوری خدا با فیضش اونها رو میپذیره. این روزها میبینیم که اونهایی که اهل ساینس هستن بله. سازمان ناسا چقدر در فکر این هستن تا مریخ برن، تازه اون آسمان دومه، ولی فرزندان خدا با فیض خدا میرن آسمان سوم، در حضور خدا میرن اورشلیم آسمانی. پس آمین. اونها جایگاهشون خوب هست. آمین. اما خب به هر حال باید بپذیریم که جای خالی عزیزان در کنار ما باعث ناراحتی و غم هستش. ایمان داریم که خداوند اون جایگاه رو پر میکنه. آمین. به توسط روح القدس. پدر آسمانی خداوند تو رو شکر میکنم برای خواهرم پری. اینک از تو میخوام خواهرم رو برکت بده در نام عیسی مسیح. حضور تو باشه در کنار خواهرم پری. این خانواده خداوند ایمان داریم جایگاه برادرمون جایگاه خوبی هست. تو وعده دادی و مطابق وعدت عمل میکنی. خواهرم پری و فرزندان او رو حفظ کن از هر نوع نگرانی، از هر خطری. خداوند تو شرایط مالی و روحانی عیزا رو تأمین کن. حضور تو، شادی تو، قوت و آرامش تو با این عیزان باشد و بماند تو عبدالعباد در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان خواهرم دریافت. آمین. اگر مطلبی نیست شما رو دستان خدا میسپاریم. برای شما در طول این هفته در دعا هست. آمین. خواهش میاد. خدا نگهدار. با شما هم همینطور عزیزم. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. لیلا جان روی خط هستی عزیزم. الو. الو. لیلا جان بفرمایید.
تولد سلام. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما فیض خداوندم. عیسای مسیح باشه. متقابله. من درخواست دعا داشتم. حتما. برای چه موضوعی خواهر میگم؟ برای میگم آخر این مایه بدهی دارم. برای شما باید پرداخت بکنم. میخوام یه برکت شاید تو مالی برام ایجاد بشه. آمین که میشه. من موجودات خداوند هم ایستگاه مسئول در زندگی مشاهده کردم. پس من هم یه ماهی پیشم یه موضوع داشتم. یه مسئله نگرانی شدیدی را که به اون داشتم. از زنی دادم که الهام برام در دعا بودن. خدا رو شکر. خودم هم در دعا بودن و نتیجه رو گرفتم. شکر. الان هم مسئله یه مسئله بدی گیر کردیم. هم من هم همسرم ماشین هم تصادف کرد. در واقع شادی شکایت کرد از همون و دادگاه برامون در واقع یه هزینه رو برید 5 میلیون باید به اون طرف شاکی بدیم به همون ماشینی که در واقع زدیم. همه این مسائل دیگم یه تنش رو در ما ایجاد کرده. ما واقعا گیر کردیم توشیم هیچ کاری هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من میخوام واقعا برای من در دعا باشی. حتما. نمیتونم گره ها از زندگیمون باز بشه. این مسائل که واقعا باز نگرانی من هم کارم شده از زندگیمون داره بیرون. استرس های مادی که برای ما پشت سر هم شد واقعا از زندگیمون داره بیرون. با فیض خود من خواهر لیلا، اینطور که متوجه شدم شما قلبتم به مسیح دادید، بله؟ بله، بله. همسرتون هم همینطور؟ همسرتون؟ به شما بودن ایسای مسیح، تمام وجودم پر از آرامش میشه. لمسش میکنم، لمسش میکنم. بله، همسر منم در واقع ایمان آوردن. نه، من بگم کامل. بعضی وقتا دست به هم هشت هم در واقع در نام عیسی مسیح در کنار هم دعا میکنیم. شما عیسی مسیح رو پس با دو نفر در اسم من دعا کنن بیشک آنن براشون انجام میشه. آمین. خدا رو شکر. اینو بدونیم خواهر لیلا، دست به هم و این دعا رو داشته باشیم که در واقع از زندگیمون روحمون از عشق و محبت روح القدس پر بشه. آمین. آمین. خواهرم، ما میدونیم مطابق کلام خداوند عیسی مسیح برای نجات و رستگاری آمد. وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم، ما ایمان میآوریم به کاری که مسیح روی صلیب کرده که دلیل نجات ما شده. عیسی مسیح روی صلیب نرفت که رفع مشکلات زندگی ما بشه. پدر خدای ما که جایگاه پدر خودش رو معرفی میکنه، تو در کتاب اشعیا به عنوان مادر خودش رو معرفی میکنه، برای درک انسان نسبت به دلسوزی و مسئولیت خدا نسبت به ماست، البته از این واژه استفاده میشه. پس بنابراین او عاشق ماست، او ما رو دوست داره. آمی. او نیاز ما رو میدونه. اما عیسی مسیح برای نجات در رستگاری هستش که به ما داده شده و نیز او وعده داده ما رو رها نمیکنه. پس ایمان ما به خاطر نجاته، به خاطر رستگاریه، به خاطر ابدیت ما در حضور خدا خواهد بود. آمی. اما خداوند نیز نسبت مشکلات و سختیه که روی زمین هستش، همون گونه که وعده داده، اگر به گلهای سوسن نظر لطفش هست، اگر به پرندگان هست نسبت به نیازهاشون، چقدر بیشتر ما که فرزندان او هستیم روح القدس رو داده. و این روح القدس هستش که ما در ابتدا توی هر شرایط بدی باید بطلبیم که از روح او پر بشیم تا تسلی او، آرامش او، حکمت خدا با ما باشه، تا ما بتونیم تا اون زمانی که باید بایستیم صبور باشیم، استقامت کنیم، تا اون برکت رو دریافت کنیم. از خواهرم صمیم میخوام که برای تمام مشکلات شما و پری روح القدس قوت بیشتر برای شما و همسر دعا کنه. فراموش نکنیم عزیزان، اگر مشکلات و سختی ها هست، دال بر این نخواهد بود که ما شک به مسیح بکنیم، ما شک بکنیم به کار مسیح، چرا که مسیح برای نجات و رستگاری ما. و اگر رسولان مسیح رو ببینیم، تمام رسولان مسیح تحت جفا بودن و همه رو کشتن و همهشون کشته شدن. پس اینو بدونیم که مشکلات و سختی ها به خاطر که شیطان بر زمین سلطنت میکنه هست، همه جای دنیا هست، خب در ایران بیشتر هستش به خاطر اینکه اونجا یه پادگان زده به نام نظام اسلامی. بله، ولی خب از خواهرم میخوام که دعا کنن. لطفاً بفرمایید. خواهش می‌کنم. خداوند شکرت میکنم عیسی مسیح زنده، به حضورت میایم، میدونم روح القدس که در میان ما میخرامی، آمین، برای که زنده هستی پدر جان.
خواهرم لیلا رو به حضورت میارم خداوندا، که دستاش به طرف آسمان سوم تو بلنده، این مسیح زنده من که تخت سلطنت تو اونجا گذاشته شده. خداوند شکرت میکنم برای ایمانی که به لیلا و همسرش دادی، این مسیح زنده من. خداوند اولین بدهی لیلا عزیزم و همسرش گناهانشون بود که خداوند مسیح من روی صلیب جونتو دادی تا برای همیشه آزاد بشن، این مسیح زنده من. و بعد از 3 روز قیام کردی که بهشون بگی که فرزندان تو هستن خداوندا، و از هر نظر زیر چتر محبت و عشق و فیض و رحمت تو هستن پدر جان. خداوندا ایمان دارم چون برای من این معجزه رو کردی خداوندا در 24 ساعت خداوندا. میخوام این معجزه رو واسه خواهرم لیلا بکنی خداوندا، که بدونه که اون بدهیش قبل از این که روزش برسه پرداخت. آمین خداوندا. و من ایمان دارم که تو انجام دهنده هستی خداوندا، چون تو به وعده هات عمل میکنی خداوندا. میخوام با این معجزه خداوندا از لیلا و همسرش استفاده کنی برای بشارت در ایران خداوند، برای پخش کلامت خداوند، برای اینکه خونهشون خونه دعا بشه خداوند. خداوند بگذار با حل این مشکل ای مسیح زنده من زندگی خواهر و همسر 180 درجه برگرده دوباره به سمت تو خداوند، و اگر ضعفی در زندگیشون هست خداوند با خون پاکت خداوند میشوریم و یک بار دیگه زندگی خواهر و همسرش رو تقدیس میکنیم از طریق روح مقدس پدر. آمین. و همه اینا رو به نام مقدس آمین. پدر، پسر، روح القدس پدر جان به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. آمین. هللویا. آمین که با ایمان دریافت کنیم. خدا شکر برای مسیح. آمین. چی شد؟ من از شما یه سوالی داشتم. من کتاب انجیل رو چجوری میتونم تهیه بکنم؟ برای شما نفرستادن هنوز؟ حتما می نویسیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم خواهرم لیلا رو پیگیری کنید. آمین. اما روی اینترنت میتونید به راحتی داشته باشید، حتی اگر موبایلتون امکانه اینترنت رو داره، شما میتونید اپ بایبل رو داشته باشید. اپ بایبل رو که بزنید قسمت فارسی هم هستش نوشته و خیلی زیباست، حتی تمام کتاب مقدس گویام هست اونجا. بله، که فارسی. میتونید بشنوید. بله. تشویقتون که همچنین دیگر هموطنان عزیزمون که اپ بایبل رو لطفا رو تلفوناتون بذارید. بله. اگر مطلبی نیست، وقت ما بسیار کم هست خواهرم. بله. اگر دوست داشتید صحبت کنید میتوانید در روزهای دیگه یا بعد از این برنامه تماس بگید، من در خدمتون هستم. آمین. شما رو دستان خدا بسارم. بعد بگید بله بله در خدمتتون هستم. لطف کنید همین الان میتونید هماهنگ کنید، دوباره تماس بگید با شبکه، من خوشحال میشم در خدمتتون باشم عزیز. ممنونم، خیلی لطف کردید. ممنونم به خداوند عیسی مسیح با شما باشه. همچنین باشه شما عزیزم، هموطنان عزیز. ممنونم، فیض خدا با شما. خیلی مایل هستم با همه شما بتونم صحبت کنم، اما حقیقتا من هم مسئول کلیسای پرستان مسیح هستم، هم مسئولیت و مدیریت شبکه امید جاودان رو دارم در بله. کنار شبانی. پس بنابراین بدون برنامه لطفاً وقتی تماس میگیرید دلگیر نباشید، چون نمیتونم بله. جواب بدم. یعنی در زمانی که شما دارید تماس میگیرید، من دارم با یه عزیز دیگه یا مشورت میدم بله. یا دعا میکنم. مسلماً یه وقتی هم باید برای خودم داشته باشم، برای مطالعه داشته باشم، برای همسرم، فرزندانم داشته باشم. و این هستش که یه مقداری سخته. خیلی از عزیزان هستن روی فیسبوک، روی تلگرام، روی تلفن مسیج میذارید که بارها تماس گرفتم، عذر میخوام ازتون، اما حقیقتا برام مقدور نیستش. دوست دارم در خدمت همه شما عزیزان باشم. از یه طرفی هم خب ما یه بازوی هستیم برای سرنگونی این نظام اسلامی، یعنی یه بازو دیگه هم شدیم که داریم این حرکت رو انجام میدیم که ببینیم سرنگونی نظام اسلامی رو با فیض خداوند. پس فعالیت‌های من یه مقدار گسترده‌تر شده نسبت به گذشته. خواهش می‌کنم می‌توانید مسیج بذارید، می‌تونید با شبکه محبت که این محبت رو به مام دارن لطفاً هماهنگ کنید، ساعتی رو بذارید و من توی اون ساعت در خدمت شما عزیزان هستم. به طور خاص تشویقتون می‌کنم، سازمان ونگارد پیس میکرز که بنیانگذارش من و رهبران و خادمینی هستن که کنار من هستن،
و این رویایی هست که خدا 16 17 سال پیش به من داده. آمین. برای ایران، برای آبادانی ایران. مشروط برای اینکه مایل هستید در این سازمان که میشه پیشتازان صلح دهنده. عزیزان این سازمان سازمان سیاسی نیستش، اما در تدبیر و نیز تفکر و عمل نسبت به آبادانی ایران فکر میکنه. لذا ما باید اول عبور کنیم از نظام اسلامی، یعنی نظام اسلامی باید 100% سرنگون بشه و بعد ما بتونیم آزادی که ایجاد شد توی ایران. هدف ما این هستش که بتوانیم کمک کنیم برای ترک اعتیاد، کمک کنیم به بچه های خیابانی، زنان بی سرپرست و کلن شرایط سختی توی ایران هست برای آبادانی. از متخصصین در این رابطه میخوام مشروط برای اینکه مایل هستید لطفا با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 818-716-4-0 و یا روی سایتمون میتونید شما عزیزان برید که از اتاق فرما خواهش میکنم حالا بعد از این صحبتهای من خطوطمون پر هست باشه، بریم با هم یک کلیپی رو ببینیم در رابطه با خدا محبت هستش. لطفا به کمپین خدا محبت بپیوندید، بر در و دیوارها بنویسید که دیوارها البته در که میگم به منظور دیوارهایی هستش که این دیوارها مخصوص در اصل مراکز اسلامی باشه. بنویسید خدا محبت هست. آمین. و ما میخواییم بگیم آنچه را که نظام اسلامی در طول این 40 سال انجام داده به نام الله، الله خدا نیست، الله بوته، بوته بابای محمد بوده. اگر کسی میخواد بوته بابای محمد رو بپرسته آزادی هستش، این آزادی رو خدا به انسان داده هر چی رو دوست داره بپرسته، ولی که حقیقت خدا الله نیست، یهوه هستش. یهوه یایرا، یهوه رافا، خدای شفا دهنده هستش. آمین. خدای لشکرها هستش، خدای فرشتگان و خدایی که خالق ما هستش. بریم با هم دیگه کمپین خدا محبت هست رو ببینیم، سرودی هم خواهیم شنید عزیزان و سایت ما هم هست. عزیزانی که مایل هستن عضو سازمان ونگارد پیس میکرز بشن، دست به دست هم بدیم در این مسیر سرنگونی نظام، در این مسیر آبادانی ایران هست. آمین. لطفا با ما تماس بگیرید. برمیگردیم. خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. ای خداوند بشنو فریادم، به از من خاموش مباش، تزر و ای قلبم بشنو، چون از درد و کنم بگذار زندگیم نورت منعکس نماید، قلبی تاه در من بیان فریاد. از بنده گناهان آزاد فرما، شادیت را به من بازگردان، گناهانم را مساف
چون از اون پا فریادارم من و مستجاب فرما اشتیاقی شدید در من نگذار مرا تازه ساز تشدید کن نونما احیا کن خلای وجود مرا با روح خود پرنما مرا آزاد کن بکاری مسلما تکلیل کن پرساز قلب و وجودم را ایسا مرا تازه ساز بعدی تاج تو هستم همچون نهری خروشان در روحم جاری باش به تو وفا دارم لیکن گرچه بیفتم همچنان تو را دوست خواهم داشت برا تازه ساز تشدید کن نونما احیا کن خلای وجود مرا با روح خود کنم و مرا آزاد کن بکاری مسلما تکلیل کن پرساز قلب و وجودم را ایسا
سپاس از اینکه با ما هستید عزیزان. برنامه امید جاودان برنامه زنده هستش، می توانید تماس بگیرید نسبت به دعا و اگر سوالی هستش و اگر گواهی هست خوشحال می شویم که بشنویم، چرا که ایمان داریم باعث برکت خواهد بود. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم. مریم جان روی خط داریم. مریم جان روی خط هستی عزیزم؟ الو؟ بله سلام، حتما باشید. درود بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. پسرم مشکل داره، زندگی مشکل دارم، خیلی گرفت دارم، میخوام پسرمو دعا کنه. حتما. اسم پسرتون چیه؟ افسردگی شدید داره جونم. اسمشون چیه؟ اسمش مسعوده. مسعود. الان مسعود جان اونجا پیش شما هستن؟ نه نه بیرونه. حالا اگر توی فرصتی شد من دوست دارم با مسعود خودم صحبت کنم. آمین. لطفا تماس بگیرید با مسعود صحبت کنم. خواهر مریم آیا شما قلبتم به مسیح دادید؟ آره دادی بودم اسمش. خدا رو شد. نه نه شما خودت قلبتم به مسیح دادی به عیسی. خدا رو شکر. الان میخواییم برای مسعود عزیزم دعا کنیم. آمین. لحظه لطفا با دعای من متحد باشیم. خیلی ممنونم. همیشه دعا کنیم. چون چند ساعت ما گرفتاریم. ایجا. شب و روز ندارم. همیشه افسردگی شدید گرفتم خودم. خب. خواهرم اگر شما که به مسیح ایمان آوردید این رو باید خوب بدونید. چند وقت به مسیح شما ایمان دارید خواهرم؟ یک سال. آیا شما انجیل دارید؟ نه نه. بله. خب من حتما از اتاق فرما خواهش می‌کنم خواهرم مریم رو پیگیری کنم. شما انجیل رو لطفاً باید مطالعه کنید. نگاه کنید کلام خداوند کلام تراپیه، تسلی میده، آروم میکنه، شفا میده. در حضور مسیح هم رفتن آرامش هست. کلام خدا میگه در حضور خدا کمال خوشی هاست. آمین. پس بنابراین این قدرت و این توانایی و این برکت به فرزندان خدا داده شده، باید ازش استفاده کنی خواهر گلم. شما باید در حضور خدا به زبان فارسی به زبانی که باهاش بلدی صحبت کنی، هر زبانی که باهاش صحبت میکنی در حضور این خدای زنده برو و در ابتدا سکوت کن بذار روح القدس با قلبت صحبت کنه. آمین. هر آنچه که فکر میکنی نسبت به ایام گذشته اشتباهی کردی، گناهی کردی، در حضور خدا توبه کن و بسپار تو دستای خدا. نگرانی، ترسات، ناامیدیهاتو بده تو دستای خداوند. بگو مسیح من اینها رو به دست تو میسپارم، چرا که خودت فرمودی ای تمامی زحمت کشان و گران باران بیایید نزد من و آنچه را که باعث رنج شما شده من برمیدارم و به ازای اون روح القدس رو میدم. پس خواهرم باید ما به مسیح بدیم تمام اونهایی که باعث درد و رنجمون هستش. آمین. عزیزم پس تشویقت میکنم لطفا کلام رو مطالعه کن خواهرم، لطفا در دعا باش با دعا و با مشاورین ما صحبت کن. اگر سوالی داری نسبت به مسیحیت بپرس، چرا که سلامتی و شفا به توسط روح القدس امکان پذیر هست، مشروطه برای اینکه ما اون رو پیگیری کنیم. لحظه لطفا با دعای من خواهر مریم متحد شده و چشماتو ببند و دیگر هموطنان عزیز اگر غمی اندوهی دارید این رو بدونید که خدا میخواد، خدا قادره، خدای ما خدای زنده هستش، خدای تسلی دهنده است تا شما را تسلی بده. پدر جان تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم مریم، برای ایمانش. از تو میخوام در نام عیسی مسیح در ابتدا مطابق فیضت ای روح القدس عزیزم بشوری تمام فکر خسته و هر آنچه که دلیل دیپرشن و افسردگی در خواهر من هست، در خانوادهش هست، در پسرش هست، مسعود عزیزم هست، خداوند بشوری. اگر ترسی هست، کمبودی هست، خداوند تو با فیضت خداوند این خلاها رو پر کنه خداوند، که شادی و آرامش و قوت تو باشه. خواهرم رو برکت بده خدا، اشتیاق نسبت به کلام خودت رو در او ایجاد کنه ای پدر جان، و به ازای هر ضعفی قدرت و قوت تو در او و در پسرش نمایان بشه. عزیزان رو برکت بده و تو جلال یا به آنچه که نیکوست در نام عیسی مسیح آمین. آمین که با ایمان خواهرم بپنید. خدا رو شکر برای مسیح. شما رو دستان خدا میسپارم.
پیگیری کنید که براتون انجیل رو بفرستم. آمین. بریم با هم یه خط دیگه ای داشته باشیم. فیروزه جان رو خط هستی عزیزم. الو فیروزه جان. وقت شما بخیر. بفرمایید. الو. راضیه؟ خواهر راضیه هستن. خواهر راضیه بفرمایید. راضیه جان رو خطی عزیزم. سلام فیروزه. درود بر شما. درود بر شما. سلام. الو. الو جانم بفرمایید. وقت شما بخیر. بفرمایید. سلام. خوب هستید؟ خدا رو شکر. بخوبی هستید. برای چی راضیه جان؟ برای چه موضوعی دعا می‌خواید؟ برای برکت می‌خواستم برای زندگی. بله. آمین. خواستم یه دعا برای فردا خواهم برم یه کاری انجام بدم. انشالله دعا کنیم برام. با امید خدا. به فیض من. برام دعا کنید. آمین. راضیه جان تصورم بر این هست شما به مسیح ایمان دارید. بله خیلی ایمان آوردم. خیلی زندگیم خیلی بارمرکت شده. خیلی خوب شده. هللویا. پس با همین ایمان با دعای من متحد شو. آنچه را که فردا میخوای انجام بدی کلام خداوند میگه اول چی بخوایم؟ اراده او رو بخوایم. اول اراده ملکوت او رو بخوایم. الو شما اول اراده خدا رو بخواد در زندگیت و مطمئن باشی خداوند شما رو برکت میده. آیا صدای ما رو دارید؟ آیا صدای ما رو دارید راضیه جان؟ لحظه برای خواهرمون راضیه. بله لحظه چشماتون رو ببندید. آمی. و همچنین دیگر هموطنان عزیزم که اونها نیز میل به این دارن. اراده خدا، اراده خدا از اراده ما بهتر خواهد. آمین. پس چیز بدی نیست. اراده خدا رو بخوایم توی زندگی ما انجام بشه. پدر جان تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، برای خواهرم راضیه، برای خانوادهش. خواهش میکنم ای خداوند قوت خواهر من باش به توسط روح القدس کاری که برای فردا داره. خداوند حضور تو به عنوان وکیل او باشه برای رفع مشکلاتش باشه که خداوند نتیجه مطلوبی که از دستان تو میده خداوند آنچه که نیت خواهر من هست نام تو رو جلال بده و برای آنانی که تو را دوست دارن و حتی آنهایی که هنوز تو را نمیشناسن ای خداوند گواهی باشه تا آنان به تو ایمان بیاورند. و چون همین ها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین که با ایمان دریافت کنیم. آمین خدا را شکر. در طول این هفته هم برای شما در دعا هستیم. آمین. شما به دستان خدا میسپارم. آمین. خواهش میکنم. خدا نگهدار. عزیزان رو تشویق میکنم سه شنبه صبح به وقت لس آنجلس با ما باشید. بله. به طور خاص از ساعت 5:30 بعد از ظهر سه شنبه در ایران نیز میتونید تماس بگیرید. شبکه محبت نظر لطف دارن با ما تماس میگیرن. اون آمی. زمان ما توی کلیسا در کنار خادمین هستیم. آمی. که خب ساعت 6 صبح هست اما از ساعت 5 صبح عزیزان لطف میکنن میان اونجا در کنار خادم عزیزمون برادرمون روبن که در کنارمون هستش که ایشون می نوازن و ما دعا میکنیم سرود میخونیم و برای شما عزیزان دعا میکنیم. در طول 10 سال این خدمت رو داشتیم و ثمره اون دیدیم که سلامتی و قوت و نجات ایرانی ها بوده. بریم با هم خط دیگه ای رو داشته باشیم. علا کرم جان روی خط هستی عزیزم بفرمایید. وقت شما بخیر. درود بر شما عزیز. بفرمایید. بفرمایید. تشکر کنم از اینکه کتاب مقدس به دست هم رسید. خدا رو شکر. هللویا. شکر. خیلی ممنون. خیلی ممنون از اینکه صادقانه خدمت می‌کنید. خدا رو شکر. ای مسیح. جلال به مسیح. بعد عروس هم خواهش کنم. عروس هم میخواد زامان کنه. بله. باید براش دعا کنیم. حتما. آمین. به سلامتی. میخواستم. زامان کنیم. آخ جان. آمین. حتما. اسمشون اگر اشکال نداره اسمشون رو بگید. اسمش راضیه هست. راضیه. لحظه چشماتون رو ببندید. از خواهرم سمیم میخوام. آمین. که برای راضیه عزیز و همچنین دیگر هموطنان عزیز که توی خونتون برحال عزیزی رو دارید که در این نزدیک شدن به زایمان هستش و اگر کسی هستش که احتیاج به فرزند داره و هنوز صاحب فرزند نشده
با دعای خواهرم متحد بشید و در این دعا آنچه را که نیکوست را از دستان خداوند برای سلامتی و قوت و فرزند نیز دریافت آمین. خداوند را شکرت میکنم. چه خبر زیبایی هستش که وقتی کسی بچه ای رو به دنیا میاره در اصل اون بچه مال تو هستش خداوند. آمین. چون نفس اون فرزند از تو گرفته میشه این مسیح زنده من و این نفس توئه که خداوند ما میکشیم. خداوند شکرت میکنم این مسیح زنده من که بر روی زمین اومدی و به ما نشون دادی که زنده هستی خداوند و ما در تو زندگی میکنیم. آمین. برای برادرم علاکرم دعا میکنم خداوند که همینجور که کلام تو واقعا به دستش رسیده، کلام تو چراغ پاهای اون و نور راه زندگیش باشه خداوند. شکرت میکنم برای خانواده عزیزش، برای راضی عزیزم دعا میکنم خداوند که در آرامش روح القدس اون فرزند رو به دنیا بیاره و اون فرزند تقدیم به ملکوت تو بشه این مسیح زنده من و سرباز تو بر روی زمین بشه خداوند، و اون فرزند از فرزندانی بشه خداوند که دائما نام تو رو به زبون بیاره خداوند و هر جا قدم میذاره خداوند نور تو بر دیگران بتابه و این مسیح من وجود تو در اون فرزند نشون داده بشه خداوند. و با اومدن اون فرزند خداوند میخوام که برکت فراوان و فیض و رحمت بیشتری شامل این خانواده بشه خداوند، که دست به دست همدیگه خداوند خانه هاشون خانه دعا و پرستش تو بشه. آمین. و همه اینا رو به نام مقدست پدر جان این مسیح زنده به حضور داوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. که با ایمان دریافت آمین. کن هموطن عزیز. من دیدم اون اون فرزند اون بچه به دنیا آمده علا کرم جان، من بچه رو دیدم که به دنیا اومده و تو بغل عروست هستش و عروست داره میخنده. آمین. خدا شو به سلامتی خواهد اومد. آمین. در سلامتی از ممنون افتاد. خواهش میکنم. شما رو به دستان خدا میسپاریم با شنیدن خبرهای خوش دوباره. آمین. خبر خوش منتظریم. آمین. با شما بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم. سپاسگزارم. محمود جان روی خط هستی عزیزم، بفرمایی. وقت شما بخیر. سلام خواهر. خسته نباشید. درود بر شما. پاینده باشید. کفیش از تو درخشید. من دوسته به مراهم تو شدم. مراهم هستید. خواهش برم. من بردر دارم. من 42 سالشه. بله. اسم مرتضا. بله. خداوند حافظشون باشه. دو سال پیش این 200 قرص خورد. آه جانم. ای جانم. خودکشی کنم. آه متاسف. یه ایتی باید تو کما بودش. بعد 2-3 ماه پیش هم 7 چاقو فروکت تو شکمش. ای جانم. خودکشی کنم. آه متاسف. حالش خیلی خرابه کش زد. بعد. من از شما خواهش میکنم. 4-5 تا مادر بدبخت من رفته گوسفند کشته تو آشورا تاسورا. گفتم اینا رو بذار کنار، امام حسین ابوالفضل اینا شفا نمیده، برو بچسب به خداوند عیسی مسیح. آمین. 7 سال تو نماز خوندی بچت خوب نمیشه. برو ایمان بیار به خداوند عیسی مسیح، کاری به این بچه نداشته باش، واسه این ایمان بیاره. تو برو نمازتو بخون. مادرم هم دعوام شد. جانم متاسف. خواهش ازت دارم که این بچه رو من حس میکنم کاری میخواد بکنه جان. خواهش میکنم ازت دعا کن چشم. خون عیسی مسیح اینو شفا بده. آمین. اسم برادرش مرتضی. دوبارش هم دادم هی زنگ میزنه اون گوشی رو نمیتونه نگه داره، حال نداره، همش گریه میکنه. ای جانم. مادر مریم هم دیشب براش دعا خوند. جانم خداشون برکت ده. بیاد با هم دعا کنیم. من میخوام خواهر محمود جان، همینجور که الان گفتی من دیدم اون بچه رو تو بغلت، میخوام همون دعا رو بخونیم شفای برادرمو بگیرم. آمین. با ایمان دریافت. با ایمان دریافت. آمین. خداوند دنبال فرزند زحمت کشیدم برای امام حسین، زحمت کشیدم ولی هیچی ندیدم، ولی 7 سال ایمان دارم. هللویا جلال من میگم نرو زنجیر نزن، نرو 10 تا گوسفند بکش. بله. برافو. بیاد با هم دعا کنیم. بیاد با هم دعا. ازت میطلبم.
از مسیح بترس. برادر منو شفا بده ای خدای من. آمین. در نام عیسی مسیح. لحظه با دعای من محمود جان لطفاً متحد شو برای مرتضی عزیز. دعا میکنیم. ایمان داریم خدا با فیض شمر حالش خیلی بده ای جانم. پدر جان خداوند و ایمان داریم که همان گونه که خودت فرمودی بروید برای مریضان دعا کنید تا آنها شفا یابن. آمین. اینک ای خدای قدوس ما و محمود عزیزم و دیگر هموطنانی که با دعای من متحد هستن صدای برادر من رو شنیدن، صدای دردمند برادرم رو شنیدن. متحدن مرتضی برادرم رو به حضور تو بلند می‌کنم. از تو می‌خوام در ابتدا با خون عیسی مسیح زندگی و افکار و دل و احساسات او رو بشوری خداوند. از هر آنچه که از طرف تو نیست خدا دور بشه خدا. آنچه که از طرف تو نیست خداوند و قوت او و امید او باشه خدا. به هر دلیلی که این خودزنی رو خدا انجام میده در نام عیسی مسیح این دلایل رو تو پاک کنه ای پدر جان. بله پدر جان. و روح آرامش و قوت تو و سلامتی و محبت تو و روح نجات تو او رو در بر بگیره ای خدا. و او رو برکت سلامتی عطا کن عیسی مسیح تا نیز ای خدا گواهی باشه برای دیگر هموطنان عزیزمون که تو خدای قادر هستی و توانا و دلسوز که هر آنچه که نیکوست رو با فیضت برای طالبان خود انجام خواهی داد. اینک برادرم مرتضی و همچنین بعدن محمود رو و اهل خانواده عزیزان رو به دستان پرفیض تو میسپارم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت. آمین. شما رو به دستان مسیح میسپارم. ما در طول این هفته براشون در دعا هستیم. با فیض خدا اجابت کنم. حتما. حتما دعا خواهیم کرد. شما رو به دستان مسیح میسپارم. من یه برادرم الان 6 سال مرده. آه متاسفم. طاقتشو ندارم. متاسفم. نترس برادر. نترس. با فیض خدا سلامتیشو به دست. آمین. عیسی مسیح آمد تا ما ترس ها رو باطل کنه. آمین. آمین. شما رو دست مسیح بسپارید. ما وقتی که میگیم مسیح رو داریم ما صحبت از مرده نمی کنیم. صحبت از بت نمی کنیم. آنچرا که اسلام به طور خاص شیعه متاسفانه تعلیم گرفته و تقصیر نداره. اما در اصل به جای خدای زنده در برابر او انسانهای مرده رو هرچند چالا بگیم خوب بوده برفرض اون امام ها برفرض نگاه کنیم به مثلا تاریخ رو نگاه نکنیم بگیم آقا ما اصلا تاریخ رو قبول نداریم که اونام جنایتکار بودن ما کاری نداریم بگیم اصلا اونا انسانهای خوب بودن ولی اونا مردن عزیزم شاعر زیبا میگه میگه معنی آن باشد که بستاند تو را بی نیاز از نقش گرداند تو را معنی آن نبود که کور و کر کند مر تو را بر نقش عاشق تر کند قرار بر این نبود که انسانی بیاد جای خدا رو بگیره و اونجایی که انسانی جای خدا رو گرفته اونجا جایگاه درستی نیست و اگر ما امروز عیسی مسیح رو خداوند و نجات دهنده میدونیم ما ایمان داریم که روح خداوند بر حضرت مریم دمیده شد. آمین. و حتی قرآن هم این رو داره میگه نتونست این رو منع کنه و منکر این بشه و در اصل روح خدا در رحم مریم جسم پوشید. آمین. پس عیسی مسیح 100% الوهیت الهی هرچند 100% انسان هم بود تا نزدیک انسان گناهکار بشه و بهای گناه او رو بده. ما صحبت از انسان نمی کنیم ولی اماما همه آدم بودن گناه هم کردن اشتباه هم کردن همه انسان ها اشتباه میکنن همه انسان ها تا زمانی که ما آدم هستیم اشتباه میکنیم گناه میکنیم میگه آدم نباشیم اگر هستیم اشتباه و گناه میکنیم طبیعیه و این کفره که ما بریم توی یک امامزاده ای و دعا کنیم چرا اینقدر ترس روی مسلمانان هست چون با خدای حقیقی روبرو نیستن وقتی که من خدای حقیقی رو نمیشناسم ترس وجود من رو میگیره چرا؟ چون ترس از طرف شیطانه کلام خداوند اعلام میکنه که خداوند روح ترس رو به فرزندان خودش نمیده و در کتاب مقدس نیز 39 کتاب عهد عتیق و 27 نامه در عهد جدید که جمعا 66 کتاب میشه اعلام میکنه 365 بار برای هر روزمون در طول سال که نترس آمین. وقتی خدا رو میشناسیم ما نخواهیم ترسید. آمین. ولی وقتی نمیشناسیم عذر میخوام ببخشید به دنبال بت‌ها چه دانسته و چه ندانسته میریم متاسفانه ما میترسیم. بریم با هم دیگه لطف کنید خطوط ما پر هست با عرض پوزش اجازه بدید قسمتی از کلام خدا رو بخونیم. بریم کتاب دانیال باب 3 رو باز کنید جایی که ما میبینیم که نبوکدنصر دستور میده
که بوتی رو بسازن و مردم رو مجبور میکنه که بت پرستی کنن. اما آنانی که از اورشلیم آمده بودن به عنوان اسیر، مثل دانیال، مثل افرادی که الان میگه شدرک و میشک و عبدنقو، اینها چون یهوه خدا رو میپرستن، پس بنابراین اینها سر تعظیم فرود نیاوردن در برابر بت، و اتفاقی افتاد. عزیزان، سر تعظیم در برابر الله فرود نیارید، امامان فرود نیارید. این چه کاریه کردید؟ همه این بیبرکتی 40 سال از همین عوض میخوام، بیحکمتیه. و حتی این نظام اسلامی به خاطر این مونده که شما مردم رو همیشه ترسونده 1400 سال. این مذهب، مذهب رب و وحشت هست و این ترس رو میده به جای قوت. اندیشمندی اعلام میکنه شکنجهگران شکنجه میکنن، چرا میترسن که مبادا شکنجه بشن. این مراسم هالووینی که چند وقتی هم توی همین آمریکا انجام میشه، عزیزان این هالووین یک تصویر اشتباهی که دارن اینه، میگن روزی هست که روحها میان و ما شکل‌های زشتی رو درست میکنیم که این روحها بترسن. یکی از تصاویر اشتباه در این روز این هستش. پس میخوان طوری بشن که اونها بترسن. و متاسفانه نظام اسلامی و خود اسلام هم همین گونه هستش، با موقعیت‌هایی که با تعلیمات اشتباه و دروغین مردم رو ترسو میخوان بار بیارن و با ترسی که ایجاد میکنن رب و وحشت میخوان حکومت کنن و این کار رو کردن متاسفانه. اما بشتمیم لطفا تو این چند دقیقه و بعد اگه وقت شد حتما ما خطوط رو میگیریم. بفرمایید. آمین. شدرک، میشک و عبدنقو جواب دادن ای نپوکت نسل، ما را باکی نیست که چه بر سرمان خواهد آمد. بله. اگر به داخل کوره آتش انداخته شویم، خدای ما که او را می پرستیم قادر است ما را نجات دهد. بله. پس ای پادشاه، او ما را از دست تو خواهد رهانید. با این ایمان بپذیرید. آمی. در واقع با همه مشکل، به مشکلاتتون این گونه بگید که این مشکلات مسیح ما را رهایی خواهد داد. آمین. نظام اسلامی شما رو میترسونه. درود بر شرف شما که شنیدیم اعتصاباتتون سراسری شده و ادامه آمی. بدید این اعتصابات رو. نترسید. مطمئن باشید که خداوند شما را رهایی خواهد داد. بله. آمین. پس ای پادشاه، او ما را از دست تو خواهد رهانید. ولی حتی اگر نرهاند، بدان که خدایان و مجسمه طلای تو را سجده نخواهیم کرد. به این میگن ایمان. آمین. در این ایمان بیستید. آزادی حق هر انسانی هست. آمین. خدا اولین برکت که به انسان داده آزادیه. آمین. اگر از آزادی دفاع نمی کنی، عزیزان هنوز درک نکردیم هدف خلقت چی هست. آمین. بله؟ نبوکدنصر به شدت بر شدرک و میشک و عبدنقو غضبناک شد و دستور داد آتش کوره را 7 برابر بیشتر کنه. مانند این خواهی خامنه ای، این نظام اسلامی. بله. وقتی که میفهمه مردم اعتصاب میکنه. بله. الان بالای 250 نفرشون گرفته. بله. حکم اعدام میده، میگه اعتصاب میکنید ما حکم اعدام میدیم. نترسید عزیزان، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر با هم متحد بشید، در این اتحاد بیستید، همه آمین. همه با هم اعتصاب کنید. آمین. حتی خواهش میکنم خیلی از پاسدارا هستید که دلتون با اینها نیست، دارید ظلمو میبینید، خیلی از بسیجیا هستید، خواهش میکنم خیلی از آخوندها هستید، اجازه ندید اینها بیشتر از این آبرو شماها رو ببرن، آبروی شماها رو ببرن و اون خدمت شما رو خراب کنن. بله. آمین. و چند نفر از قوی ترین سربازان خود را احضار کرد تا شدرک، میشک و عبدنقو را ببندن و در آتش بیندازن. پس آنها را محکم بستن و به داخل کوره انداختن. آتش کوره که به دستور پادشاه زیاد شده بود آنچنان شدید بود که سربازان مأمور اجرای حکم پادشاه را کشت. خیلی موقع هستش که پاسدارا به خاطر اینکه مزدور شدن و یا بسیجی ها برای اون امری که امر درستی نیست، فرمانی که میدن، در برابر مردم میستن. خب مردم هم که نمیتونن اونها رو نگاه کنن. خب اونها هم کشته میشن و تا این مرز میرن جلو. اما عزیزان این هلاکته، این هلاکته، این دیگه رستگاری نخواهد بود. بله. به این ترتیب شدرک و میشک و عبدنقو دست و پا بسته در میان شعله های سوزان افتادند. ناگهان نبوکدنصر حیرت زده از جا برخاست و از مشاوران خود پرسید مگر ما 3 نفر را در آتش نینداختیم؟ گفتم بلی ای پادشاه چنین است.
نبوکدنصر گفت ولی من 4 نفر را در آتش میبینم. آمین. توی مشکلات، توی سختی ها، وقتی خدای زنده رو میشناسیم، خدا با ماست عزیزان. آمین. حتی توی آتش، حتی توی سختی ها، تو مریضی ها، تو بی پولی ها، حضور خدا با ماست، اجازه هلیدویا نمیده که ما خسته خاطر بشیم. بله؟ آمین. دست و پای آنها باز است و در میان شعله های آتش قدم میزنند و هیچ آسیبی به آنها نمیرسد. 4 شبیه خدایان است. آمین. لطف کن چون وقت نیستش از آیه 26-27 میخواید بخونید. بله. دیگه ممنون میشم چون وقت نداریم. آنگاه نبوکدنصر به دهانه کوره آتش نزدیک شد و فریاد زد: ای شدرک، میشک، عبدنقو، ای خدمتگزاران خدای متعال، بیرون بیایید. پس ایشان از میان آتش بیرون آمدند. سپس امیران، حاکمان، والیان و مشاوران پادشاه دور ایشان جمع شدند و دیدند آتش به بدن آنها آسیبی نرسانیده، مویی از سرشان سوخته نشده، اثری از سوختگی روی لباسهایشان نیست و حتی بوی دود نیز نمیدهند. آنگاه نبوکدنصر گفت: ستایش بر خدای شدرک، میشک و نبوقدو که فرشته خود را فرستاد تا خدمتگزاران خود را که به او توکل کرده بودند نجات دهد. آنها فرمان پادشاه را اطاعت نکردند و حاضر شدند بمیرند، ولی خدایی را جز خدای خود پرستش و بندگی نکنند. پس فرمان من این است: از هر نژاد و قوم و زبان هر کس به ضد خدای شدرک، میشک و عبدنقو سخنی بگوید، تکه تکه خواهد شد و خانهش خراب خواهد گردید، زیرا هیچ خدایی مانند خدای ایشان نمیتواند این چنین بندگانش را نجات بخشد. آمین. آمین. سپاس گذارم. مرسی. خیلی ممنون. با پوزش. خب خامنه ای، الله خدا نیست، یهوه خداست. آمین. تو هم میتونی قبل از اینکه دیر بشه و تمام آمین. فرمانده هایی که در ظلمت و تاریکی به نام اسلام هستن تحقیق کنید، قبل از اینکه دیر بشه یهوه خدای اصلی رو بشناسید و در نام یهوه توبه کنید، پوزش بخواید از مردم. آمین. قبل از اینکه بخواد به جایگاه برسید که شما هلاک بشید. نبوکدنصر این حقیقت براش آشکار شد و آمین. چون آشکار شد اعلام کرد که یهوه خدای حقیقی و خدای زنده هستش. آمین. و اجازه نداد از این به بعد نیز در اون موقعیت مردم دیگه به زور به سمت بت پرستی برن. آمین. و اگر تو خامنه ای و تو ای کسی که به عنوان فرمانده هستی نمایندگان مجلس، قبل از اینکه بخواد دیر بشه پوزش بخواید، توبه کنید، این رو بدونید که شرایط بسیار سختی داریم. و تو هم وطن عزیزم، خواهش میکنم قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه دیر بشه تحقیق کن، قلبت رو به عیسی مسیح بده و مطمئن باش که خداوند تو رو رهایی خواهد داد. خدا تو رو از مشکلات رهایی میده. نترسید عزیزم، ترس بزرگترین درد و رنجی است که از طرف شیطان متاسفانه به انسانهای ناآگاه، انسانهایی که اطلاع ندارن میرسه تا اونها رو بتونه به بردگی و بندگی خودش ببره. اما وقتی که اعلام کنیم که خدای ما، خدای حقیقی ما یهوه هستش، به قوت او ادامه حیات خواهیم داد، مطمئن باشید که زندگی خوب و پاکی رو خواهید داشت. عزیزان یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، نمیتونیم به خطوط جواب بدیم، اما روی خط باشید. آمین. در خدمت شما هستیم. آمین. بازم تشویقتون میکنم هموطن عزیز، مشروطه برای اینکه مایل هستید با ما در تماس باشید. آمین. میتوانید شبکه امید جاودان رو 24 ساعته شما داشته باشید. برادر عزیزی گفتن آگاهی بدیم نسبت مسائل اسلام. من خب اونجا فرصت بیشتری دارم، من و خادمینی که در اون شبکه هستن در رابطه با اسلام هم صحبت میکنیم، در رابطه با آگاهی خواهیم داد. هیچ قصد توهینی به هیچ مسلمانی نداریم. خود منم قبلا مسلمان بودم تا قبل از اینکه این آگاهی و این اطلاعات به من برسه و محبت مسیح رو بچشم، من مسلمان بودم. اما وقتی که محبت مسیح رو چشیدم، وقتی به اون آگاهی رسیدم، از اون به بعد نیز آزاد شدم. نام مسیح خداوند رو جلال میدم. نام مسیح رو جلال بده هموطن عزیزم. خبر خوش نجات رو به
دیگر هموطنان بده، در اعتصاب بمانید، همه در کنار هم تا آمین. شاهد سرنگونی نظام اصلاحی باشید و شاهد آبادانی کشور عزیزمون ایران. آمین. با تشکر از مدیران شبکه محبت، اتاق فرمان، تشکر از سمیع عزیزم، از خداوند میخوام که قوت خدا، آرامش خدا و سلامتی مسیح پیوسته با شما باشه و شاهد یک سورپرایز خوب برای کشور عزیزمون آزادی ایران باشید. آمین.